قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که اخیراً از سوی رهبر این گروه امضا گردیده، با واکنش گسترده در داخل افغانستان و در سطح بین‌المللی مواجه شده است. نهادهای جهانی حقوق بشری از جمله سازمان ملل و شماری از کشورها ضمن محکومیت این قانون خواهان لغو فوری آن شدند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. گروه طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان طی 3 سال گذشته بیش از 80 فرمان و دستور در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و چندین قانون در بخش‌های گوناگون صادر کرده است. اکثر این فرامین و دستورات بر مبنای ایدئولوژی افراطی و علیه آزادی‌های اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان بوده است. برخی از دستورات هم برای ترویج فقه حنفی و علیه شیعیان و هزاره ها که بخش قابل توجه جمعیت این کشور را تشکیل می دهند صادر شده است. وضع این دستورات یک جانبه طی 2 دوره سلطه گروه طالبان در افغانستان نشان داده است که قوانین یاد شده در جامعه با جبر و زور اعمال می شوند، اما در میان رده های مختلف طالبان نادیده گرفته شده و حتی خلاف آن عمل می شود. تناقض در وضع قوانین و عملکرد طالبان نشان می‌دهد که میان حرف تا عمل این گروه فاصله زیادی است. با این حال وضع قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر و امضای آن از سوی رهبر طالبان با واکنش‌هایی در سطح داخلی و بین‌المللی مواجه شده و به شدت محکوم گردیده است. در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، صدا، صورت و بدن زنان عورت دانسته شده و تاکید گردیده است که باید پوشیده و پنهان بماند. در تازه ترین مورد، سازمان عفو بین الملل ضمن محکوم کردن این قانون آن را یک حمله وقیحانه به حقوق بشر دانسته و خواهان لغو فوری آن شده است. سازمان عفو بین الملل روز 3 شنبه 6 شهریور با انتشار بیانیه‌ای گفته است که این قانون تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی را به صورت آشکار نقض می کند. همزمان با این، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان حقوق بشر ملل متحد، سازمان حقوق بشری رواداری، کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا، بریتانیا و ژاپن ضمن محکوم نمودن وضع و امضای این قانون ادامه وضعیت را غیر قابل قبول خواندند. خانم دکتر بتول حیدری، استاد دانشگاه، از لندن پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. خانم دکتر، سلام و عرض ادب. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. خانم دکتر، تحلیل شما در رابطه با قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان چیست؟ بفرمایید. تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر با محتوایی که صادر شد نشان داد که طالبان نه تنها تغییر نکردند، بلکه تندتر از گذشته هم اینها رفتار میکنند. البته حکومت خودخوانده طالبان هیچ مشروعیتی در جهان ندارد، چه برسد به اینکه قوانینی که اینها برای کنترل مردم و زنان منتشر میکنند بتوانند اینها را از لحاظ حقوقی و شرعی به اونها جایگاه داد. بله، آیا واکنش های بین المللی صورت گرفته در قبال این مسئله از نظر شما کافی بوده و به نظر شما تأثیرگذار خواهد بود؟ من فکر میکنم داستان واکنش های سازمان های بین المللی و ارگان هایی که در رابطه با حقوق بشر در افغانستان کار میکنند، همه اینها یک داستانی است که کاملا پلانگذاری شده و یک نوع بازی جهانی است برای سرگرم کردن و فرصت سوزی و زمان خریدن. به خاطر اینکه اگر قرار بود تغییری تو این زمینه ایجاد بشه، قطعاً ما تا کنون تغییرات را در طی این 3 سال از طرف طالبان در رابطه با رویهشان نسبت به مردم و زنان داشتیم. شما اگر دقت بکنید، سازمان‌هایی که مربوط به حقوق بشر هست و ارگان‌هایی که در رابطه با افغانستان کار می‌کنند، همه اینها به شکل کاملاً با فراست می‌دانند که طالبان هیچ گلوگاه و هیچ شریانی مربوط به سازمان‌های جهانی رو
تحت فشار خود قرار نداده. به خاطر همین اونها هیچ ترس و واهمه از طالبان ندارن و واکنش هایی هم که اونها انجام میدن، در حقیقت طالبان هم به این مسئله کاملا واقف هست که به نوعی هیچ تأثیری برای تغییر رفتار و عملکرد طالبان نسبت به مردم خودشان نخواهد داشت. آیا جامعه زنان افغانستان در قبال این قانون عکس العملی داشتند و حرکت اعتراضی هم از سوی زنان انجام شده است؟ زنان همانطور که در طی این 3 سال نخستین مقاومتگران و کسانی هستند که در برابر طالبان ایستادند و این سنگر رو تاکنون حفظ کردند، در قبال این احکام خودخوانده طالبان با اتحاد و همدلی و یک پارچگی بار دیگر نسبت به نقض حقوق انسانی و قوانین ضد زن طالبان اعتراضات گسترده‌ای را داشتند و جنبش ها و حرکت هایی را در راستای اعتراض در برابر چین قوانین طالبان اینها در از طریق فضاهای مجازی و میتینگ ها و نشست ها برگزار کردند که تا کنون هم ادامه دارند. بله ممنونم، با تشکر از خانم دکتر بتول حیدری استاد دانشگاه از لندن که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.